حالا من یه مختصر توضیحی عرض میکنم تا روشن بشه که چقدر در زمینه عقلانیت این قیام توفیق به دست آورده است. طاغوت هدفش این بود، یعنی مسئله نوشتن اون مقاله در اطلاعات یک چیز دفعی و آنی نبود که آنن تصمیم گیری کرده باشن، این یه هدف بزرگی رو تعقیب میکرد. هدف این بود که قدسیت امام رو بشکنن، اون عظمتی که در چشم مردم امام داشت و به فرمان او حرکت میکردن، این رو بشکنن و از بین ببرن. میدیدند نفوذ روزافزون امام رو در افکار مردم، در اذهان مردم، این رو مشاهده میکردن. میخواستن امام رو، جایگاه امام رو تنزل بدن در بین مردم، لذا شروع کردن به این کار. این کار اگر چنانچه مشت محکم مردم قم به سینه طاغوت نمیخورد در روز 19 دی، این کار ادامه پیدا میکرد. فقط همون یک مقاله نبود، مینوشتن مقالات متعدد، کتاب، داستان، فیلم و غیره رو درست میکردن برای اینکه امام رو تنزل بدن، جایگاه امام رو در چشم مردم. در واقع مرکزیت نهضت رو از بین ببرن، چون امام محور این حرکت عظیم مردم که روز به روز گسترش پیدا میکرد و دستگاه های امنیتی طاغوت میدیدن، میفهمیدن این حقیقت رو، این محور حرکت رو، مرکز نیروبخش این حرکت رو با این کار میخواستن از بین ببرن. پشت طاغوت هم با آمریکا گرم بود، یعنی خاطرش جمع بود که هر حرکتی در این زمینه انجام بده و دنباله هاش امام رو متهم کنن به یک امر مثلا افراطی و خشونت‌زایی و بنا بگذارن بر این که هر کسی که طرفدار این بزرگوار هست رو مورد فشار قرار بدن. این کار خاطرش جمع بود که آمریکا پشت سر اوست و عکس العمل جهانی و واکنش بین الملل و اینها پیدا نمی‌کنه. در همون روزها کارتر در تهران، میدونید در ژانویه اون سال که دهه دی سال 56، کارتر در تهران بود، جشن ژانویهشون رو در تهران گرفتن با شاه. اونجا یه نطقی کرد و گفت که ایران، ایران پهلوی، جزیره ثبات است. این رو از غلط‌هایی که اشتباهاتی که کرد که واضح شد که چقدر محاسبات اینا اشتباهه، هنوز هم محاسبات آمریکایی‌ها اشتباهه، یکیش همین حرف بود که گفت ایران جزیره ثبات است. پس بنابراین طاغوت احساس میکرد، محمد رضا احساس میکرد که موقعیت کاملا مناسب است برای اینکه نهضت رو با کوبیدن امام بزرگوار که حالا جسمش از دسترس اونها دور بود، امام در نجف بودند، ولی که میتونستن ذکر امام، یاد امام، حرمت امام رو مورد خدشه و مناقشه و توهین قرار بدن. دیدن فرصت خوبی است و این کار رو شروع کردن. پس کار یک محاسبه بود، یعنی اونها رو مسئله محاسبه کرده بودن و نشسته بودن و نقشه کشیده بودن.